سوال شماره 41، حجم استوانه تو خالی زیر چند واحد مکعب است؟ قطر مربع 2 و روی قطر دایره قرار دارد. پی مساوی 3.14. نگاه به گذشته. ببین این سوال تو آزمون قبلی هم تکرار شده. خب نگاه کن، واسه حل کردن این سوال خیلی راحت، تو باید فرمول حجم رو بلد باشی. حجم مساوی مساحت قاعد ضرب در ارتفاع. خب این کنار. اولین سوال و مهمترین سوالی که تو باید از خودت بپرسی اینه: قاعده چیست؟ ارتفاع چیست؟ قاعده شکلیه که کپیش رو بروشه مثل کف دست انسان و ارتفاع خطی که این دوتا رو به هم وصل میکنه. قاعده شکل، ارتفاع خط، خطی که دوتا قاعده رو به هم وصل میکنه. حالا بیا اینجا، قاعده ما یه شکلیه که کپیش رو بروشه. کدوم شکله؟ همه ما میدونیم که قاعده ما یه همچین شکلی میشه. خب و ارتفاع ما خطیه که این قاعده رو داره به اون ور وصل میکنه. یعنی چی؟ یعنی 12. پس تو باید مساحت قاعده تو به دست بیاری، ضرب در 12 بکنی. حالا مساحت قاعده ما چیه؟ میخوایم به دست بیاریم. مساحت قاعده ما میشه یه دایره تو خالی. دایرهش چی میشه؟ مساحت دایره هممون میدونیم میشه شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد پی. عدد پی هم گفته 3.14. خب میگیم شعاع ما چقدره؟ اینجا یه خورده نکته داره. شعاع دایره چقدره؟ بیا شکل رو نگاه کن. یه دوتا بالا، یه دوتا وسط، یه دوتا پایین. یعنی از بالا تا پایین دایره که میشه قطر دایره میشه 6. 2 و 2 و 2، درسته؟ میشه 6. حالا شعاع چقدر میشه؟ میشه نصف قطر، برابر با 3. بنابراین مساحت دایره میشه شعاع ضرب در شعاع ضرب در 3.14، که اگه اینو به دست بیاری میشه 28.26. خب حالا مساحت دایره رو به دست آوردی؟ بله. حالا چی رو باید ازش کم کنی؟ تو خالیه، باید مساحت این مربع وسطیه رو به دست بیاری و ازش کم کنی. آقا مساحت مربع چی میشه؟ میشه یه ضلع ضرب در خودش. اما زمانی که ضلع مربعت رو نداری چی کار میکنی؟ مساحت مربع از راه مساحت لوزی به دست میاد. قطر بزرگ ضرب در قطر کوچیک تقسیم بر 2. قطر بزرگ و کوچیکش با هم برابر مربع میشه 2 ضرب در 2. نگاه کن قطر مربعت رو داده، نگاه کن قطر مربع 2. بنابراین باید بیای بگی قطر بزرگ ضرب در قطر کوچیک که جفتشون 2 تقسیم بر 2، 2 هم با 2 ساده میشه و برابر میشه با 2. بنابراین قسمت تو خالی 2 شد، دایره هم چقدره؟ 28.26. خب اینا رو باید از هم کم بکنی. وقتی اینا رو از هم کم بکنی، این دوتا رو از هم کم بکنی، 28.26 منهای 2 مساوی میشه با 26.26. مساحت قاعدت چقدر شد؟ 26.26. ارتفاع چقدر؟ 12. کافیه فقط 26.26 رو ضرب در 12 بکنی تا حجم رو بهت بده که برابر میشه با 315.12، گزینه شماره 1.